سلام فقط به کانلن میشن وی خوش میده. بالاخره ادامه خانه جا پخش شروع شد، آمفیبیان پخش شروع شد و خب کس فکرشو نمیکرد که آمفیبیان قضیه برگرده، چون بخش اول فصل سوم که فصل آخرش پخش شده و یه بخش دیگه میمونه بخش نهایی که فهمی کردیم بس فصل دوم خانه جوق میاد و میگفتیم خب خانه جوق میاد و بعدش دوباره اون میاد، اما اینطور نشد. خانه جوق خیلی خب حقش ضایع شد و حقش خوردن و خب دیزنی بهش گیر میداد، یکم تاخیر خوردن و خیلی طول کشید که خب پخش شروع بشه. اما الان پخش شد، اما خبر اینجاست این پخش شد اما در کنار شامپیون داره پخش میشه، این دوتا داره همزمان پخش میشن. این کارو بود که دیزنی کرد و خب یه کار عجیبی بود، هیجان‌انگیز هست، خب خیلی هم عجیبه. چرا؟ چون میخواد انیمیشن زودتر پخش بشن و تموم بشن، معلوم نیست که چرا، اما این کارو کرده. خب به نفع ما هم هستن یه جوره به ضرر، اما بهترش خب بگیم که خب خوبه دیگه، داره پخش میشه و ما میتونیم زودتر اون رو ببینیم. میریم قسمت خانجوق رو میبینیم و بعد شامفیبیا، خیلی ازا بد نیست. الان میخوام بریم ببینیم که چی شروع شدن و قسمت چه جوریان. میخوام قسمت اول هر کدومش رو بررسی کنیم، بس نکاتی هست که خیلی جالبه در مورد آبشار جاذبه، اونا رو بهتون میگیم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد، اگه خوشتون اومد لایک کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدون متلی بزن بریم. بریم سراغ آمفیبیا فصل سوم قسمت 17. قسمت 17 اولین قسمت از بخش نهایی فصل سومه و ما میتونیم ببینیم که اینجا خیلی عجله داشتن، سعی میکردن که شخصیتا دوباره بفرستن آمفیبیا و کلا دیگه داستان اونجا جریان داشته باشه. این یکم عجله ای بود چون میتونستن بیشتر رو زمین باشن و خیلی رو زمین داشتن حال میکردن و داستان خیلی جالب بود. استرگ خیلی زیاد از آبشار میتونستیم ببینیم و اگه اینجا بیشتر میموندن بازم ما استرگ میدیم، نکته میدیم و اشاره میدیم که خیلی انیمیشن باحالتر میکرد. طرفم شو جاذبه خیلی دوست داشتن چیزا را، اما دیگه خیلی عجله رفتن دوباره آمفیبیا و اینجا میبینیم اینجا پایگاه اف بی آی و خب میگن یه جای خیلی مخفی هست. اینجا رئیسشون خیلی عصبانی که آقا همینا دیگه معلوم شده، همین داره متوجه میشن که اینا کلا فضایی ان، اینا فهم میکنن فضایی ان و به مستر ایکس میگه که خب برو اونا رو کلا دستگیر کن. مستر ایکس هم خب از خداش میره سراغشون. این مستر ایکس شخصیت خیلی بدی نداره اما یه جوریه، اما جالبم هست، میره سراغ اونا و همین باعث میشه که اونا خیلی سریع به این فکر کنن که برن آمفیبیا. البته قبل از اون داشتن سعی میکردن که پورتال بسازن، این پورتال ساختن خیلی سریع اتفاق افتاد چون این پورتال رو ساختن و تو هم آزمایش اول آمفیبیا رو پیدا کردن. عجیبه، بهتر بود چند بار آزمایش میکردن اون موقع خیلی بهتر میشد. اسم شخصیت تری که به اون خانواده پلنترها کمک کرد که پورتال بسازن، این پورتال کوچیک، اما این مشکل وجود داشت اینکه اگه پورتال کار کنه درچه باز بشه چجوری میخواد آمفیبیا رو پیدا کنه؟ چجوری؟ اون دانشمند دیونه که تو قسمت دیدیم که نتونست کار انجام بده و پورتال به سمت آمفیبیا باز کنه، اون نتونست. اما تری یه فکر به ذهنش میرسه اینکه چرا اسم اون جبر گذاشتن جبه موسیقی که میتونه باش بره آمفیبیا و به چند دونه دیگه. به این موضوع فکر کرد که چرا اسمش گذاشتن جبه موسیقی، با این جبه میشه رفت به این دونه مختلف و این موسیقی برای چیه؟ فکر کرد و بعدا متوجه شد که موسیقی واقعا رپ داره و کلا تاثیر داره به این دونه ها و مقصد نشون میده. اینو متوجه شد و فهمید که هر کدوم از این نوت ها کلا این دونه نشون میدن و با این نوت درست بزنی یه آهنگ درست تون دونه برات باز بشه و بتونی بری. این نکته رو فهمید و به اون بقیه گفت و ازشون سوال پرسید اینکه وقت از اون جبه استفاده کردی تا بیان زمین و درچه باز شد چه آهنگی رو پخش کرد، ازشون میپرسه و اونا انگار بلدن و خوبی زرشون میگن همشون بلدن. و اینجا نکته است که در مورد آبشار جاذبه است، این آهنگی که کلا اینو دارن میخونن و اون خودش خونده واضح و تو اونجا تونستیم ببینیم که اون آهنگ دوباره پخش میشه و تیر اونو کلا با اون پیانو میزنه. میتونیم ببینیم که این یه ذره از آهنگ تیتراژ آبشار جاذبه است. آمفیبیا تو فصل سوم بازم سونشکنی نکردن، هر موقع که اینا تو زمین بودن تو فصل سوم این نکته از آبشار جاذبه میذاشتن بهش اشاره میکردن، اینجا بازم اشاره کردن که خیلی کوچیکه، خیلی کوچیکه، کلا بحث داستان نداره. اما اینجا ما میتونیم ببینیم که آهنگ تیتراژ هستن، این جالبه، خیلی هم قشنگه. اما میتونستن خیلی بیشتر آهنگو بذارن یا حداقل یه چیزو نشون بدن و اشاره کنن که یکی دیگه پورتال باز کرده استنفورد کلا. اما خب اینا خیلی محرمانه بود، کسی یادش نیست و خب طبیعیه که در ما حرف نزنن. اما بازم خود دارن پورتال میسازن، این بخش پورتال ساختن میتونستن طولانی‌تر کنن، اما اینجا خیلی سریع ساختن و به نتیجه رسیدن. با این آهنگ دریچه باز میشه به سمت آمفیبیا و خیلی کوچیکه، نمیشه ازش رد شد. این خب خیلی ناامید کننده بود و فکر کردن که به خاطر انرژی و به خاطر همین انرژی خب دریچه خیلی بزرگ نیست که اینا بتونن رد بشن و یه جوری این فکرشون درسته. اما خب چه جوری با برن جای انرژی پیدا کنن که خیلی زیاد باشه و تموم نشه و فکر میکنن. اما اینجا فقط مشکل انرژی نیست، موضوع بحث دیگه است. مثل ایکس
دنبال ایناست. بحث پورتال و دنیای مختلف تانیمیشن سریال دیزنی نقش مهمی دارن. آبشار جاذبه شروع کننده همه اینا بوده. بزرگترین پورتال داشته که یک راز خیلی بزرگ بوده. بعد از اون انسان نیرو شیطانی میاد و بعد از اونم که الان میبینیم آمفیبیا و خانه جغده همشون پورتال دارن و بحث دنیای مختلف هست. اینا خیلی خوبه، خیلی جذاب میکنه و خب رازآلود هم هستن. اینا خیلی عالین. اینجا ما یه پورتال میبینیم که به سمت آمفیبیا باز میشه. اما سوال اینجاست، به سمت آبشار جاذبه باز میشه؟ خب نه. چرا؟ چون آبشار جاذبه، آمفیبیا و خانه جغد توی یک دنیا روی کره زمینن. چرا باید بدون باز بشه؟ خیلی عجیبه دیگه. دنیاش همینجاست. توی این قسمت خیلی به جنگ ستارگان اشاره کردن. توی این فروشگاه اون اسباب بازی که میبینیم شمشیرای نوری که اسباب بازیان روشن میشن، اینجا دارن بازی میکنن و این کلا این صحنه خیلی کوتاهیه و خب خیلی هم اشاره کوتاهیه، اشاره بزرگ نیست. اشاره بزرگ توی این صحنه است که کپیه، کلا اومدن صحنه جنگ ستارگان رو کپی کردن اینجا و اون همونطوری رفتار میکنه. میتونیم ببینیم مستر ایکس تو این قسمت خانواده پلنترا رو میگیره و ازشون بازجویی میکنه و کلا دیوونه میشه دیگه، ازشون اطلاعات درستی در نمیاد و خیلی گیج میشه. اما اونا رو زندانی میکنه و آن باید بره سراغشون و اونا رو دوباره نجات بده. خیلی سخته، یه گروه دست و پا میکنه و اونا نجات میده. اما اینجا خیلی عجیب بود که اونا نجات میده و یه چیزی هم پیدا میکنن که حتی بتونن اون انرژی رو تامین کنن تا اون دریچه باز بشه، اون پورتال تا بتونن برن آمفیبیا. خیلی سری میخوان دریچه باز بشه و برن. خیلی سری پورتال روشن میشه اما بازم اون دروازه کوچیکه، خیلی کوچیکه، ازش رد شده و به درد نمیخوره. مثل همون دفعه اول اینطور نمیشد و کلا مسریکس میرزه با افرادش و میخوان رو بگیرن. اینجا نصبانی میشه و میره تون حالت که خب قرنمن میشه و انرژیش فعال میشه از اون جواهر و درچه رو باز میکنه خیلی بزرگ. آن و خانواده پلنترا میتونن برن به آمفیبیا و اونجا میرسن، اما اوضاع اصلا خوب نیست. اونجا تبدیل شده به جهنم. این قسمت همینجا تموم میشه و بخش نهایی تو دنیای آمفیبیا است. تو زمین نیستن چون تو فصل سوم رفتن تو زمین و انتظار میرفت که کلا اونا بیان تو زمین و یه جنگ بشه، اما انگار اینطوری نیستن و جنگو بردن تو آمفیبیا و کلا اونم هستن و میخوان درستو شکست بدن. میرن اونجا، اونجا کلا فضا آخر زمانیه، همینجا داره میسوزه و اوضاع خرابه. یه قصر رو هواست، اون قصر رو هواست. این حال هوا مثل آبشار جاذبه قسمت آخر که اون قصر بیرون میبینیم که رو هواست و خودش هم اونجاست و اوضاع خیلی آخر زمانه، دقیقا همونطوریه. بریم یه سری به قسمت جید خانه جغد بزنیم. اینجا ما میتونیم ببینیم که یه صحنه رو نشون میدن که خیلی وحشتناکه. این صحنه اینو چرا گذاشتن؟ اینقدری که ما گفتیم هوتی کیوت نازم و واقعا تو درونش اینطوریه و واقعا چرا با تنیمیشه نشون بدن؟ این قسمت مهمیه و نکات جالبی داره. رنگ مشوق ایداست و تو قسمت قبلی دیدیم که دستگیر شده، بردن اونجا بالا سرش آوردن و حافظش از دست داده. نمیدونن که چما پیش چه اتفاق افتاده، فهم میکنه خواب بوده و مریض اینطور فهم میکنه، اما در واقع چیز بهش میدونن که بخوره همچین معجونی و کلا حافظش از دست داده. این معجون یک جادوگر خیلی بزرگ درست میکنه به اسم تیرا اسنپ دراگن. این جادوگر میتونه گیاها رو کنترل کنه مثل ویلو و کلا تقابلشون خیلی جالب میشه، اما ویلو زوری نداره. این خیلی قویه، خیلی بزرگه. میتونیم ببینیم یه خانمی هست که نسبتا پیره، یا بهتر بگیم پیره، و میتونه گیاها رو کنترل کنه و زیر دست بلوسه از اون دستور میگیره. اما خیلی خفنه، تو این قسمت خوش نشون داد اینکه چه شخصی داره، چقدر زورش زیاده، چه کارا میتونه انجام بده و چقدر ابهت داره. اینا نشون داد و شخص خیلی باحالیه و من ازش خوشم اومد. خیلی دوست دارم تو قسمت بعدی رو ببینم که بازم بیاد و خوش نشون بده. حتما برنامه براش دارن، این خیلی خوبه. اما تو این قسمت یه چیز عجیب بود، اینکه نذاش کلن لوز و امیتی بمیرن، نذاش و گفت که براش نقشه دیگه داره، یا بهتر بگیم بروس براش نقشه داره. اینو گفت و اینا نمردن، در واقع کارشون تمام بود. اما میبینیم که میان نجاتشون میده و کلن با کیکیمورا نمیره به جنگ. اینا شکست نمیدن، نمیکشن، اینا زنده میذارن. امپراتور بلوس نقشه برای کشتن لوز نداره، تو انیمیشن هم گفتن نمیخواد لوز بمیره. این عجیبه، اما خب باید دید که چه انگیزه داره که نمیخواد بمیره، حتی ازش محافظت هم میکنه. باید دید. خب رفقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوشت اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. رفقا که تازه با کانال آشنا شدم، برای دیدن ویدیوهای به حال بعدی روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنن و زنگا رو همه قرار بدن. خیلی خیلی ممنون. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.